سونامی ویروس کرونا بیمارستان‌های انگلیس را در نوردیده و نگرانی‌های بیماران و کادر درمانی را بیشتر کرده. شماری از پزشکان انگلیسی در انتقاد از عملکرد دولت در مبارزه با ویروس کرونا می‌گویند کمبودها و تداوم آن کابوس مرگ در محیط کارشان ایجاد کرده است. پیام ما به دولت اینه که پزشکان و پرستاران به علت کمبود وسایل حفاظتی در مواجهه با بیماران کرونایی نگران مبتلا شدنند. بی‌توجهی منجر به فاجعه در نظام بهداشت و درمان خواهد شد. به گفته پزشکان و پرستاران، کمبود ماسک و لباس حفاظتی در درمانگاه‌ها و برخی بیمارستان‌های انگلیس کماکان ادامه دارد. تا جایی که برخی رسانه‌های تصویری انگلیس را که تاکنون تمایل چندانی به پرداختن به کمبودها نشان نمی‌دادند واداشته برای جلب اعتماد عمومی گوشه‌هایی از این کمبودها را بیان کنند با مقایسه آنچه که باید داشته باشند. This is the protection Scotland's paramedics say they need when dealing with COVID-19. و آنچه که دارند. But for most, this is the reality. به گفته یه نمایندگان پارلمان انگلیس، نظام بهداشت و درمان این کشور با کمبود 120 هزار نیرو مواجه است. ناتوانی در تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شماری از کارکنان بخش بهداشت و درمان این کشور را گرفتار و خانه نشین کرده است. واقعیت اینه که سازمان بهداشت و درمان ما با کمبود بودجه و نیرو روبروه. با اینکه پزشکان همه تلاششون رو میکنند، اما کمبودها و افزایش بیماران به قدریه که اگه ما توصیه پزشکان رو به ویژه برای در خانه ماندن رعایت نکنیم، همه دچار مشکل میشیم. به گفته کارشناسان، دولت انگلیس توصیه های لازم برای خرید وسایل و تجهیزات مقابله با ویروس کرونا را اجرا نکرد و حالا با کمبودهای فراوان مواجه شده. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 در انگلیس از مرز 12 هزار نفر گذشت و همزمان نگرانی ها و کمبودها را در این کشور تشدید کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.